در این ویدیو ما میخواییم که در مورد فرمولایی که مربوط تاریخ و ساعت میشه معلومات با شما بدهیم. اگر میخواین یک جای با ما کار کنین از طریق اوپن در فایلای پرکتس بخش چهارم باز کنین و فایل سوم باز کنین. خب تاریخ وقتی که در یک سل نوشته میشه، مثلا 2/7/2010 تاریخ وقت نوشته میشه، با این شکل در یک ورکبوک یا یک ورکشیت ثبت نمیشه در داخل فایل ما، اما ای که هست به شکل یک سیستمی ثبت میشه که اگر شما انتخاب کنین جنرال از طریق انزرت در نمبر جنرال انتخاب کنین با سیریال نمبر تبدیل میشه، این نمبر به نام سیریال نمبر یاد میکنه. اگر شما یک نوشته کنین و ایره و تاریخ تبدیل کنین، این راستن دیت انتخاب است در نمبر شارت دیت انتخاب است با 1/1/1900 تبدیل شد. خب اگر دو نوشته کنین مثلا این حالا بیاین با ایجا ایره با شارت دیت تبدیل کنین، تاریخ تبدیل میخوره. اگر 3 باشه سیریال نمبر 3 معنای 1/3/1900 معنا میده. با می شکل سیریال نمبر 40216 معنای چی را خواهد داد؟ 2/7/2010 یاد خواهد داد. این سیستم سیریال نمبر بود که به هر اندازه که زیاد میشه به همون اندازه تاریخ زیاد میشه. این سیریال نمبر به خاطر است که ما بتانیم بعضی کالکولیشن ها یا حسابات سر تاریخ هم اجرا کرده بتانیم، مثلا یک تاریخ منفی تاریخ دیگه میسازیم یا جمع میسازیم. دیگه تایم است. تایم که است این هم سیریال نمبر استفاده میکنه، مثلا 12:23:32 وقت انتر کنین ای راسن و سیستم کستوم حالا فیلن است. اگر تایم انتخاب کنین برای شما تایم نشان میده 12:23:32 را نشان میده. اگر سیستم جنرال انتخاب کنین، سیستم جنرال ببینید 0.5163.42.59 را با ما نشان میده که ای هم به نوبه خود یک سیریال نمبر است، اما بعد از اشاری است. در دیت ما دیدیم که مثلا 1, 2, 3, 4 بود، اما در اینجا این سیریال نمبر ها که است بعد از اشاری است. مثلا اگر شما نوشته کردین 0.00000001 ای را اگر این حالا با تایم تبدیل کنین، این تایم انتخاب کنین 12 صبح میشه. اگر 0.5 نوشته کنین، 0.5 نوشته کنین و ای را با تایم تبدیل کنین، ای 12 PM میشه. اگر مثلا 0.2535 به این شکل یک چیز نوشته کنین، ای را با تایم تبدیل کنین 6:05. یعنی هر با هر اندازه که عددش بزرگ میشه با مو اندازه تغییر میخوره. مثلا 0000 مثلا 1 تایم بیشتر یادتان است. اگر بیاین این حال تایم انتخاب کنین ببینین 6:05:02 شد. شما میتونین تاریخ و ساعت با هم یک جای کنین. مثلا ما میخوایم که سال 1 جنوری 1900 چند است؟ ایره اینا لگه ما با شارت دیت تبدیل کنم 1/1/1900 است. ایره پس با جنرال تبدیل میکنم تا با سیریال نمبر تبدیل شد. 1.5 اگه نوشته کنم 5/4/5/5/3 یک عدد نوشته شد. اینا ایره شما اگه خواسته باشین با لانگ دیت تبدیل کنین با این شکل نشان میده براتون. اگه با دیت تبدیل کنین 1900، اگه با ساعت تبدیلش کنین با تایم تبدیلش کنین با این شکل معلوم میشه. اگر سیستم کستوم کار داشته باشین در مور بیاین در کستوم میتونین تاریخ ساعت یک جای کنین با هم. hour minute second باز فاصله فاصله month day year اوکی. ببینین یک دانه کستوم ساختیم که ما تانستیم که هم ساعت در ایجا نشان بودیم و هم تاریخه. این حالا اگر در سیریال نمبر شما تغییرات بیارین، خب میخواییم در سیریال نمبر از این تغییرات بیارین، در جنرال میهیم
امیر مثلا 6 میسازیم. اینا رو ببینید، ساعت و تاریخ اونم کستوم خود دوباره پس سر انتخاب میکنیم. year month day به شکل تاریخ شد. ببینید 15 بجه و 25 دقیقه و 34 ثانیه شد که سیستم سیریال نمبر برای شما من خواستم تشریح کنم. اینا رو اگه به شکل تاریخ ها را داشته باشین، شروع تاریخ و آخر تاریخ داشته باشین، مثلا میخواین که در بین از این دو دانه تاریخ چند روز وجود داره، خب نوشته میکنین مساوی از آخری تاریخ، به خاطر که تاریخ آخری یا ending date بزرگتر از تاریخ start است، از ای منفی starting date میشه 4 روز. به می شکل دیدگاه میتونین تطبیقش کنین، 27 روز، 10 روز، 32 روز. به این شکل میتونین شما تاریخ ها را از همدیگر مساوی کنین، منفی کنین. خب دیگه اگر کار داشته باشین در میجه در اکسل همیش تاریخ امروز ضرورت است، مثلا در یک چاپخانه کار میکنین که یک همیش یک ورکشیت پرینت میشه، یا در یک موسسه دیگه یا یک جای دیگه شما همیش کار میکنین که تاریخ امروز ضرورت میباشه وقت پرینت میکنین یک داکومنت، شما میتونین یک فرمول داینامیک به نام توده استفاده کنین. توده یک فرمول بسیار خوبه است که تاریخ امروز که ما شما در کامپیوتر ما هست با ما نشان میده. توده کدام آرگومنت یا در داخل خود چیز دیگه نداره، فقط قوس واس قوس بسته اینتر میکنیم، تاریخ امروز بر ما شما نشان میده. دیت اند تایم اگر ضرورت باشه هم تاریخ باشه و هم ساعت باشه، میتونیم از یک فرمول به نام نو استفاده کنیم. خب خیر، اولی را میخوایم تشریح کنیم که چی فرق داره. وقتی شما بیاین در جنرال میبینین که سیریال نمبر از یه اشاریه نداره، بنان و ایمان است که تنها در این تاریخ است، تایم وجود نداره، پس میخوایم این را به شارت دیت تبدیل کنیم. و دیگه میخوایم که از فرمول نو استفاده کنیم. نو اگر بیاین قوس آواز کنین کدام آرگومنت میگه دیگه نداره، راستن اوکی کنینش تاریخ برتان میاد. ببینین اینا را اگر جنرال انتخاب کنین سیریال نمبر هم برتان نشان میده، سیریال نمبر پیش از اشاریه و بعد از اشاریه هم اعداد وجود داره که هم تاریخ و هم ساعت دهی وجود داره، که همیش وقتی که شما بیاین در فرموله کالکولیت برش بگوین کل دیتا تغییر خورده میره. وقتی که فایل ثبت هم کنین پس اثر باز کنینشه همی ساعت دوباره اثر کالکولیت میشه. اگه خواسته باشین که همی حالا یک بار دیگه کالکولیت شوه میتونین در فرموله است در کالکولیشن کالکولیت نو کلیک کنین که تغییرات وارد شوه. به این شکل دیگه هم تغییر میخوره، چون اگه ما روز دیگه بیایم ببینیم میشه تاریخ امروز 20 است دیگه روز 21 خواهد شد. خب بیایم اینا را سر تایم کار میکنیم. فرموله تایم که است سه آرگومنت داره که یکی hour, minute و second است. خب میخواییم از طریق فانکشن بیاییم. insert function چی نوشته میکنیم؟ time. enter میکنیم میشه time پیدا میشه. اوکی. این حالا از ما در این خانه مساوی time نوشته شد. hour چی است؟ hour را میخواییم از اینجا بگیریم. minute چی است؟ minute از اینجا میخواییم بگیریم. second را میخواییم از اینجا بگیریم. اوکی میکنیم میشه. دیدین 12:42 دقیقه پی ام شد. به این شکل میتونیم کل این فرموله با همش کپی کنیم، یعنی سه آرگومنت ضرورت داره. فرموله دیگه که هست تایم والیو است. تایم والیو دیگه نخواهد کار کنه به خاطر که خودش تایم حقیقی است و این را مجبور هستیم ما با تکست تبدیل کنیم. اگر مساوی تایم والیو نوشته کنیم ایرور خواهد داد والیو، به خاطر که خودش پیش از پیش والیو است. اگر خواسته باشیم که یک سیریال نمبر یا یک دیتا با تکست تبدیل کنین علامه کوتیشن بزنین، بعد از او یک تاریخ چیز ساعت نوشته کنین 12 و مثلا 42 دقیقه پی ام مثلا. ای را میخواییم که ببینین ای در قسمت چپ رفت، ای دگاه که هست در قسمت راست میره در اکسل. از این معلوم میشه که ای تکست است. اگر نوشته کنیم time value اینی چیز قوس بسته انتر، ای با سیریال نمبر تبدیل خواهد شد. اگر خواسته باشین این سیریال نمبر رو دیت تبدیل کنیم در هوم تاب در نمبرز از اینجا میخواییم که تایم انتخاب کنیم و ای به این شکل تبدیل خواهد شد.
این وظیفه تایم والیو است. شما میتونین یک چیز دیگر را نوشته کنین، مثلا 6:34:22 این را میخواییم به تایم والیو تبدیل کنیم، تایم والیو یعنی به سیریال نمبر تبدیل کنیم، انتخابش میکنیم قوس بسته انتر، این به سیریال نمبر تبدیل شد. باز هم امیر تکرار میکنیم این فرمول تایم هم مساوی تایم قوس باز هاور، هاور ایجا فعلا بولد است، یعنی هاور ما چی است؟ اینی چیز است کاما منت، کدام منت بولد شد آله هاور برآمد، اگر کاما را بزنیم ایجا کاما در قسمت دیگه آرگومنت رفت ای خانه ایده ایجا منت نشته است، کاما سکند، سکند ایجا نشته است، قوس بسته و انتر راستن با تایم با ما تبدیل میکنه. سعی کنید 59 ثانیه است، 32 منت است و 23 هاور است. ما میفهمیم که ثانیه هیچ وقت از 59 ثانیه زیاد شده نمیتونه، وقتی 60 شوه 1 دقیقه زیاد میشه. اگر ایره ما 60 بسازیم اینجا متوجه باشین که با تایم اضافه خواهد شد، 60 ثانیه 1 ثانیهش با منت اضافه شد. اگر منت ما میفهمیم که 59 منت میباشه، چون ثانیه زیاد است ایره 59 میسازیم ثانیه را که پس به حالت اولی بیه، اگر 1 منت زیاد شوه 11 بجه نه بلکه 12 بجه خواهد شد، 59:60 دیگه. فرمولای دیت است، شما میتونین که یک دیتا کالکولیت کنین به می شکل که تایم ما شما ساختین، ببینین سال جداست، ما جداست، روز جداست، میخواییم از این تاریخ جور کنیم، مساوی فرمول است به نام دیت. ایر انتخاب است، فعلا ایر برش ای تو نوشته است، کاما برش میتیم که در آرگومنت دیگه بره، در منت ای دیگه را انتخاب میکنیم، باز کاما را میزنیم و دی را انتخاب میکنیم، قوس بسته انتر، یونین و تاریخ تبدیل شد. دیت والیو هم تایم والیو برسته که پسان سرش میم. ویک دی فرمول دیگه است که مثلا اگر کار داشته باشین که در ماه سیوم روز دوازدهمش چندمین روز هفته است، مساوی ویک دی آف چی؟ اینی تاریخ میخواییم که اینمی تاریخ پیش از پیش ساخته شده است، از ایره ما حساب کنیم، روز هفته ششم است. خب ببینین ما روزها را زیاد کده میرم، 12-13 میسازمش، روز هفتم هفته شده ایجا 14 روز اول است، دوم، سوم، چهارم، بیستم، 21 پس اول شد، روز اول هفته شد. به این شکل شما میتونید فرمولا را کپی کنید که روزهای هفته براتون معلوم شد چندمین روز هفته است. دیت والیو هم به این شکل تایم والیو ورسته، مثلا اگر یک تاریخ میخواییم که تبدیل کنیم به تکست به این شکل، یک هایزن برش میتیم، یک کوتیشن برش میتیم، مساوی دیت والیو از این خانه ایره بر ما شما با سیریال نمبر تبدیل خواهد کرد. ببینین یک سیریال نمبر وجود داره، اگر خواسته باشیم باز با دیت تبدیلش کنیم میتونین از اون طریق اضافهش کنیم، چون کالم خورده است علامه هش آمد، کالم اندازه شکلان کنین درست. ویک نام نمبر هفته سال است، ایده انتخاب میکنیم قوس بسته و انتر، میگه 13 هفته سال است، 7 هفته سال است، 55 هفته سال است یعنی تاریخ، 44 هفته یک سال میباشه. ویک نم یک فرمول دیگه است. نتورک اند ورک دیز، سر یک پروژه میخواییم کار کنیم که تاریخ شروع از 4/4/2011 است و برای 10 روز ادامه پیدا میکنه و تاریخ انقضایش معلوم نیست، برای 10 روز کاری البته، و اینی رخصتی هست در بین این روزا، اگر خواسته باشین که در کدام تاریخ 10 روز روز کاری تکمیل خواهد شد. خب مساوی یک فرمول است به نام work day starting date. خب اگر کار داشته باشین که یک ذره آسان تر از این فرمول استفاده کنین، وقتی قوس باز کردین روی insert function کلک کنین، start data انتخاب میکنین برش،
دیز چند روز؟ اینی روز دی جنوشته است. هالیدیز ده هالیدیز کدام است؟ اینه می رنجه برش انتخاب میکنی. اینی هالیدی های ما است. این حالا برای ما شما تاریخ خواد داد که در کدام تاریخ بعد از ده روز کاری ما میتونیم پروژه را ختم کنیم. در تاریخ 4/21/2011 ختم خواد شد. با